خوش اومدین به روی خط. من نگار مرتضوی هستم. 63% ایرانی‌ها موافقن برنامه هسته‌ای ادامه داشته باشه. این نتیجه یه نظرسنجیه که مؤسسه آمریکایی گالوپ اخیراً انجام داده. به 1000 نفر توی ایران تلفن زدن و نظرشون رو پرسیدن. راجع به برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌های دنیا علیه برنامه هسته‌ای ایران و همینطور وضعیت اقتصادی و زندگی مردم. ما هم امشب می‌خوایم نظر شما رو بپرسیم. چقدر نتیجه این نظرسنجی رو دقیق می‌دونید؟ خود شما با برنامه هسته‌ای موافق هستین یا مخالف؟ با وجود تحریم‌ها فکر می‌کنین که این برنامه باید ادامه پیدا کنه یا نه؟ و چرا؟ همین الان بیاین روی خط به این بحث شرکت کنیم. شما تلفن مستقیم ما هست 201-202-692-4360. رویا ملکی هم تو فضای مجازی منتظرت. مرسی نگار. و به غیر از این شماره تماسی که نگار گفت، شما میتونید با من چت کنید در فیسبوک، همینطور میتونید در اسکایپ همراه ما باشین به صورت صوتی و تصویری و همینطور نظر خودتون رو برای ما ایمیل کنید، یا همینطور شماره تماستون ما حتما با شما تماس میگیریم. میتونید همینطور در توییتر ما رو دنبال کنید و نظراتتون بخونید اونجا. در تمام برنامه هم آدرس ها زیرنویس خواهد شد. همراه ما باشید امشب. روی خط هستین درباره یک نظرسنجی که اخیراً انجام شده و ما می‌خوایم نظر شما رو بدونیم. اول یه سری بزنیم به فضای مجازی ببینیم که نبض فضای مجازی چیه. دقیقاً بعد از انتشار این نظرسنجی تمام فعالان شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک در مورد شروع کردن صحبت کردن و نظرسنجی رو دست به دست شیر کردن، به اشتراک گذاشتن. خیلیا بر درستی و نادرستی این نظرسنجی اعتراض داشتن، در موردش حرف می‌زدن. خیلیا هم بر نحوه و روش این نوع آمارگیری در ایران صحبت داشتن و اونو نقد می‌کردن و پرداخته بودن بهش. خب کاربران زیادی هم بودن که اینو غیر واقعی می‌دونستن و می‌گفتن این نظرسنجی پایه درستی نمیتونه داشته باشه و چیزی که در ایران داره اتفاق میفته خلاف اینو ثابت میکنه. این نظری بود که در فضای مجازی مخصوصا فیسبوک میشد بیشتر به اون پرداخت و دید. و البته خیلی هم میگفتن که مؤسسه گالوپ یک مؤسسه بین المللی هستش و دارای اعتبار هستش و براشون خب عجیب بود که این نظرسنجی از این مؤسسه منتشر شده. مثلا عزیز یکی از کاربران ما در فیسبوک هستش که نوشته احتمالاً به دلیل نگرانی‌های امنیتی پاسخ دهندگان ایرانی که نتایج نظرسنجی‌های تلفنی مؤسسات معتبری چون گالوپ را برخی از اوقات حتی بعضی از نظرسنجی‌های مؤسسه‌های حکومتی ایران رو نیز از محافظه‌کارتر به نظر میرسه. و این کاربر گفته با توجه به مجموعه چنین شواهدی احتمال باید پیش از هر گونه قضاوت در مورد نتایج نظرسنجی گالوپ در مورد پرونده هسته‌ای ایران به این سوال مهم پاسخ داده بشه که استفاده از روش نظرسنجی تلفنی از خارج از ایران به ویژه در خصوص موضوعاتی که جزء خط قرمزهای حکومتی تلقی میشه به طور کلی تا چه میزان قابل اعتماد است. تا زمانی که تکلیف این ابهام اساسی روشن نشه، انجام پی در پی نظرسنجی های تلفنی برای پی بردن به دیدگاه های شهروندان ایران ممکن است به ارائه تصاویری از جامعه ایران بیانجامد که لزوماً تناسبی با واقعیت ندارد. چند تا نکته دیگه هم در شبکه های اجتماعی خیلی به چشم می‌خورد که اینکه اصلا این نظرسنجی چرا در آستانه 34مین پیروزی انقلاب در ایران منتشر شده، در مورد نحوه آمارگیری، در مورد تعداد جمعیت آمار گرفته شده، چرا فقط از 1000 نفر تلفنی صحبت شده. این چیزایی بود که در فیسبوک خیلی بهش پرداخته می‌شد و خیلی هم در مورد گمراه بودن سوال داشتن صحبت میکردن که این سوال یه خورده توش قلقلق داشت و اینکه سوال شونده به گونه سوال کرده بود که نتیجه خاص خودش رو بگیره. مرسی رویا. فقط اینم توضیح بدیم که ما با یک نفر در خود مؤسسه گالوپ صحبت کردیم، محمد یونس که تحلیلگر ارشد مؤسسه گالوپ آنالیتیکا، صحبتش رو با هم میشنویم. و همینطور با حسین قاضیان هم قبل از برنامه من صحبت کردم. در طول برنامه‌ام
خودت قراره که با ساقی لقایی صحبت کنی، از زاویه‌های مختلف هم به این نظرسنجی و در واقع روشش نگاه کنیم، نقدهایی که برش هست و همین که دوست داریم از خود بیننده‌هامون هم مثلا بپرسیم که از نظر خود اونا و اطرافیانشون در واقع افرادی که دور برشون هستن جواب این سوال چیه. خوب شد به این اشاره کردی نگار، چون من یه نظرسنجی هم در دو صفحه فیسبوکمون گذاشتم، هم در صفحه فیسبوک هم در پروفایل که نظر شما چیه، شما مخالف هستین یا موافق. این البته هیچ ربطی به نظرسنجی مؤسسه معتبر گالوب نداره، این یک نظرسنجی فیسبوک هستش و شاید اساس خیلی دقیقی هم نداشته باشه، فقط می‌خوایم ببینیم کسانی که در صفحه ما عضو هستن و همراه ما هستن و در حقیقت دوست فیسبوکی ما هستن، نظرشون در مورد ادامه برنامه هسته‌ای در ایران چی هستش. یه نظرسنجی خیلی ساده است که در طول برنامه شما هم میتونید شرکت کنید. تا الان هم بیشترین افراد گفتن که خیر، ادامه برنامه هسته‌ای از ایران نباید باشه و مخالف این برنامه بودن. مرسی. تا آخر برنامه ببینیم که نتیجه چی میشه. اما یه تیکه از صحبتی که با محمد یونس کردم، تحلیلگر ارشد مؤسسه گالوب، و ازش به صورت کلی در مورد این نظرسنجی که انجام شده در ایران پرسیدم. یک ماه گذشته این نظرسنجی انجام شده و اینکه چه سوال‌های مهمی توی این نظرسنجی پوشش داده شده. ما دو نظرسنجی در ایران انجام دادیم که بخش از نظرسنجی‌های جهانیه که هر ساله از سال 2005 انجام دادیم. مهمترین تغییری که در دوره از ژانویه تا دسامبر سال 2012 مشاهده می‌کنیم، نظر مردم در ارتباط با تأثیر اقتصادی ناشی از تحریم‌هاست که اون رو در برخورد مردم در ارتباط با فرصت اشتغال در سطح محلی و یا ملی و یا برآورد نسبت جمعیت به حقوق دریافتی مشاهده می‌کنیم که نرخ اشتغال در گالوب خوانده میشه همان نرخی که در کشورهای جهان محاسبه می‌کنیم. این نرخ در ایران 9%، یعنی ایران در سطح افغانستان قرار داره و یا هم سطح کشورهای آفریقایی صحراست که رشد بسیار کمتری نسبت به ایران داشتن. نکته‌ای که توجه ما را جلب کرده اینه که سال 2012 بدترین سال از نظر اقتصادی در ایران بوده و قطعا مسئله هسته‌ای و مسئله تحریم‌ها بیشترین توجه رو در رسانه‌ها چه در واشنگتن و چه در ایران به خودش جلب کرده. یه بخش از صحبت‌های محمد یونس بود، در طول برنامه ادامه صحبتش هم می‌شنویم. اما نظر سعید از کرج و فرزاد که از طریق اسکایپ همراه ماست بشنویم. سلام به هر دوی شما. سعید، شما چی فکر می‌کنید در مورد حالا هم خود این نظرسنجی، به هر حال نقدهایی بهش هست، بعضیا فکر می‌کنن که شاید اصلا تلفنی نشه یه جواب خیلی دقیق گرفت، و هم که خودت نظر چیه راجع به این سوالا؟ ببینید، به نظر من شیوه استفاده از روش تلفنی مربوط به کشورهای دموکراتیک و در کل نمیتونه روش خوبی برای نظرسنجی در ایران باشه. به نظر من مردم ایران از روی ترس که این نظریات رو دادن. بله سعید، اول بذار من دو نکته رو بگم که محمد یونس قبلش به من گفت. اولا اینکه قبلا مؤسسه گالوب سعی می‌کرد که این نظرسنجی رو رو در واقع حضوری انجام بده و انجام میداده. از سال 2005 حدود 8 سال تو ایران نظرسنجی می‌کرده، ولی حالا به دلایلی الان مجبورن، راهی ندارن جز اینکه تلفنی انجام بدن، ولی خب خودشون هم معتقدن رو در رو بهتره، دقیق‌تره. نکته دوم هم که در مورد کشورهای توسعه یافته گفتی، به هر حال این یه روشیه که محمد یونس میگفت ما تو خیلی از کشورها، این 150 کشور جهان اینطور که گفت، بالاخره نظرسنجی رو انجام میدیم و میگفت خب تنها راهیه که ما داریم و حالا ازش استفاده میکنیم. ولی حالا نظر خودتو بگو، چی فکر میکنی در مورد وضعیت اقتصادی از مردم سوال کردن، در مورد تاثیر تحریم ها روی زندگی سوال کردن و همینطور ادامه برنامه هسته‌ای ایران؟ استفاده از روش تلفنی مربوط به کشورهای دموکراتیک و در کل نمیتونه روش خوبی برای نظرسنجی در ایران باشه. خب نظر من مردم ایران از روی ترسشون که این نظریاتو دادن. بله سعید، اینو گفتی نظرتو. حالا نظر خود شما یا حتی اطرافیانتو دوست داریم بشنویم که اگه از روی ترس حالا صحبت نکرده باشن، دور و برت با کسایی که صحبت میکنی یا بیرون میری فکر میکنی نظر اون بخشی از جامعه که دور و برت توئه چیه؟ ببینید، به نظر من شیوه استفاده از روش تلفنی مربوط به کشورهای دموکراتیک. خب شاید فکرم سعید صدای منو نمیشنوه. سوال منو یه سر به فرزاد بزنیم از اسکایپ، امیدوارم صدا منتقل بشه. فرزاد سلام. از...
فرزاد. فرزاد اگه صدای منو میشنوی سلام به شما، میخوایم ببینیم که نظر راجع به نظرسنجی چیه و بعد نظر خودت چیه. خب فکر کنم سعید و فرزاد برمیگردن بهتون اگه صدا درست باشه، باز یه سری بزنید فضای مجازی. حتما محمد برام نوشته. محمد برام نوشته که این سوال درباره نوع برنامه هسته‌ای مشخص نیست، مثلا نظامی یا صلح‌آمیز، و نمیشه هر دو نوع رو یک جور جواب داد. استفاده صلح‌آمیز قابل قبوله ولی نمیشه به ادعای سیاستمداران اعتماد کرد. محمد میشه بهتر بود از این جامعه آماری در ماره میزان اعتماد مردم به دولت ایران و دولت‌های غربی سوال میشد. و البته آریان هم گفته متعجبم از اینکه نتیجه نظرسنجی 100% نشده و مطمئناً 37% مخالف افرادی بودند که متوجه سوال نشدند و یا جرأت نکردند تلفنی مخالفت کنند. کاربر دیگری هم به نام چگوارا نوشته که یک نکته قابل تأمل اینه که در ایران به خاطر حکومت پلیسی حاکم و استفاده رژیم از سرفندهای گوناگون جهت شناسایی مخالفان و ترس شدید مردم از نهادهای امنیتی، مطمئناً وقتی به خانه کسی تلفن بزنن و بگن برای فلان مؤسسه نظرسنجی میکنیم، کسی باور نمیکنه و مخاطب این احتمال رو میده که ممکنه در صورت اعلام نظر مخالف براش دردسر درست بشه. به این جهت کسی ریسک نمیکنه. این کاربر گفته باور کنید اگر به من هم زنگ میزدن میگفتم 100% موافقم تا مبادا برایم مشکل جدید ایجاد بشه. مرسی رویا. البته خب همونطور که محمد یونس هم توضیح داد تو نتیجه نظرسنجی هم که اتفاقا چند تا از نتیجه سوالا رو گفت امروز برای اولین بار تو برنامه شما من اعلام کردم، به هر حال بعضی هم جواب مخالف دادن، ولی خب بازم این نقد هست که شاید این تعداد اگه نمیترسیدن افراد تعدادشون بیشتر هم میتونسته باشه که جواب مخالف بیشتر دادن. نظرهایی هم که برای ما گذاشتن همین بوده که ترس درصدش دقیقاً در سر این بوده که ما اگر این درصد بالا بوده فقط به خاطر اینکه مردم ترس از پاسخگویی صحیح داشتن و به نوع پاسخگوییشون و به نوع آمارگیری بیشتر شکایت داشتن و بیشتر در مورد اون بحث کردن. کاربرایی که برای ما البته یعنی در همون تعداد محدودی که برای ما پیغام گذاشته بودن. ممنون از رویا. فکر کنم فرزاد داشت صحبت می‌کرد. فرزاد سلام دوباره به شما. من در رابطه با این نظرسنجی میخواستم نظرم رو بگم. حقیقتش مسئله هسته ایران و برنامه های هسته ایران یک برنامه خیلی معمولی نیست که یک مؤسسه بخواد به این راحتی زنگ بزنه به ایران و از مردمی که درون ایران هستن بخواد این نظرسنجی رو بکنن، چون که این مسئله هسته ایران خیلی مسئله حساسی هست و به هیچ مثل در واقع بار سیاسی داره فشار این مسئله برای مردم قرار گرفته که اگر کسی بخواد با این مسئله مخالفتی انجام بده باهاش برخورد میشه. به خاطر همین مسئله من با این نظرسنجی مخالفم و فکر میکنم که واقعا این نظرسنجی به طور شفاف از بین مردم انجام نشده. فکر میکنی که در واقع جوابش دقیق نیست فرزاد؟ حالا اگه سوال منو میشنوین، علاوه بر این که حالا نقدی که به نظرسنجی دارین، شما خودتون تصورتون چه، نمیدونم کجا زندگی میکنی داخل یا خارج از ایران، ولی خود شما به حال با یه بخش از جامعه در ارتباطی، نظر اون افرادی که خودت میبینی فکر میکنی چه درصدشون موافق یا مخالفن؟ من تا اونجایی که با افراد در ایران کانتاکت دارم و باهاشون در تماس هستم، خود خارج زندگی میکنی؟ افرادی که من باهاشون در تماس هستم مخالف این قضیه مسئله هسته ایران هستن و به خاطر همین مسئله من دارم میگم که خیلی با خیلی افراد ایرانی در تماس هستم و اکثرا مخالف این قضیه هستن، چون که این مسئله برنامه هسته ایران زندگی روزمره، اثر خیلی خیلی واردی گذاشته روی زندگی روزمره مردم در ایران و واقعا اثراتش را الان شما میتونید توی وضعیت اقتصادی ایران، توی وضعیت زندگی مردم این رو راحت میتونن لمس بکنن. خب پس یعنی فرزاد اون جامعه آماری که شما باهاش در ارتباطی فکر میکنی که درصدش خلاف این درصدیه که از نتیجه این نظرسنجی در اومده؟ دقیقاً همینطوره. شما ببینید برای مثال من عرض می‌کنم، الان هم خانم رویا گفتن
یا یکی از کاربرها در فیسبوک گفته بودن، شما همین امروز یا از فردا شروع بکنید با تماس بگیرید با مردم در ایران. به هیچ عنوان کسی مخالفتش رو از طریق تلفن به شما اعلام نمی‌کنه. البته فرزاد اجازه بدید من اینو بگم. اجازه بدید ببینین، سه تا سوال بوده. یه سوال بوده که آیا شما با برنامه هسته‌ای برای مصرف نظامی موافقین؟ فقط 40% گفتن بله و خیلی هم مخالفت کردن. پرسیدن برای مصرف غیر نظامی صلح‌آمیز در واقع آیا موافقین؟ فقط 50% گفتن موافقیم، درصد زیادی هم گفتن که مخالفیم. و همینطور در مورد اینکه آیا با وجود ترمیم، یعنی به هر حال درصدی هم بودن که نگفتن، اکثریت نبودن تو هیچ کدوم از این سوالا، ولی به هر حال درصدی هم بودن که جواب ندادن. هیچ وقت ما نمیگیم همه مردم مخالفن. آقا شما گفتین هیچ کسی اینو نمیگه. درصدی هستن که موافقن. ببینید بله. نزدیک خود آقای خاتمی برگشت گفت که این شما اجازه ندارید حاکمیت ایران را به دست 3 میلیون نفر بدید. خب این 3 میلیون نفر 1% به حال هستن برای خودشون که قدرت را در دست دارن توی ایران. متوجه شدم. پس من فکر کردم شما وقتی گفتین هیچ کس اینو نمیگه، در واقع منظورتون کسی بود که اگر که مخالف باشه کسی جرات نمیکنه و فکر میکنین شاید درصد خیلی دقیق نیست. ممنون از نظر شما. هم سعید که از کرج همراه ما بودی و هم فرزاد از طریق اسکایپ، ممنون. اما در همین مورد با حسین قاضیان هم صحبت کردیم، جامعه شناس که به هر حال ایشون سابقه حرفه‌ای در کار نظرسنجی داره و به خصوص در همین مورد نظرسنجی گالوب سوال کردیم ازش. یه کوتاه جواب آقای قاضیان رو بشنویم. ببین، نظرسنجی تلفنی با مشکلاتی روبرو هست، ولی این معنیش نیست که کسایی که دارن کار نظرسنجی رو میکنن از این مشکلات بیخبر هستن. اونها هم میدونن، ولی تحقیق تجربی و نظرسنجی عملیاته، درست مثل عملیات نظامی. بنابراین لوجستیک، هدفها و میزان دقت به همه این جنبه ها وارد میشه و باید در مجموع در موردش داور کرد. نظرسنجی تلفنی از چند جهت میتونه مشکل درست کنه. از جهت نمونه گیری، برای اینکه همه مردم تلفن ندارن و بنابراین نمونه شما به سمت خاصی ممکنه اوریبی پیدا کنه، مثلا به سمت کسایی که تلفن دارن و معنیش اینه که بهره‌مندی اقتصادی بیشتر دارن یا در شهرها زندگی میکنن و نه در روستا. بنابراین نمونه شما یک نمونه مشت، نمونه خروار نیست و ممکن نظر همه رو منعکس نکنه. دوم مسئله این است که چه جور سوالی بکنید. مثلا اگه شما در مورد قیمت مرغ سوال کنید، ممکنه مردم واکنشی نداشته باشن، این سیاسی تلقیش نکنه. البته امروزه قیمت مرغ جزء مسئله امنیت ملیه، ولی اگر فرض کنیم که نبود، اون وقت شما میتونید از قیمت مرغ بپرسید تا مردم هم جواب درستی به شما بدن. ولی اگر شما راجع به مسئله هسته‌ای بپرسید، موضوع ممکنه متفاوت بشه و به جهت‌های خاصی بره. ولی اما اگر بپرسید که مثلا تحریم ها آیا بر زندگی مردم نقش داشته یا نه، این ممکنه این میزان سیاسی نباشه. چرا؟ چون موضع رسمی حکومت یه چیز مشخصی در این زمینه نیست که مردم یه جهتگیری معینی رو حس کنن و بعد مواظب باشن که اون جهتگیری به هم نخوره و مورد ظن قرار نگیرن، که یکی از سوالان بوده. بله، برای اینکه اونجا مشخص نیستش که آیا حکومت بالاخره میگه تحریم‌ها تأثیر داشته یا نداشته. یه عده از اعضای حکومت میگن تأثیر داشته، یه عده میگن نداشته. بنابراین منی که میخوام جواب بدم، هنوز نمیدونم حکومت چه موضعی داره و اگر مخالفت یا موافقت کنم آیا مشکلی برای من ایجاد میکنه یا نه. ولی اگر بپرسم که آیا شما با برنامه هسته‌ای ایران موافق هستید یا نه، صرف نظر تعبیرات که اینجا مشکل سازه، یعنی برنامه هسته‌ای رو ممکنه همه اونجوری نفهمن که دیگری میفهمه و تعابیر مختلفی ازش داشته باشن، ولی این سوال حساسیتش خب خیلی بیشتر از سوالی است که در مورد اثر تحریم ها سوال کرده میشه. بنابراین نمیشه به طور یک پارچه در مورد اینکه نظرسنجی تلفنی روی اوریبی نظرها تأثیر میذاره داوری کرد و حکم داد. در مورد هر سوال باید جداگانه داوری کرد و ضمناً در نظر داشت که این سوال در چه بافتی از پرسشنامه قرار گرفته و بعد یا قبل از چه سوالهایی مطرح شده و آیا اون سوالها تأثیری روی این داشتن یا نداشتن. بدون اینها ما نمیتونیم در مورد نتایج داوری کنیم. یه بخشی از صحبت‌های حسین قاضیان بود، جامعه شناس. ادامه‌اش هم باز در طول برنامه با هم می‌شنویم. به غیر از فضای مجازی مثل فیسبوک و توییتر، ایمیل‌ها و چیزهایی که این نظرسنجی داشت منتشر می‌کرد، وبلاگ‌ها هم
پرداختن بهش من امروز لکنت گرفتم بهش پرداختم و در موردش خیلی چیزای مختلفی نوشتم، مثل وبلاگ گاه نوشته های آلفرد که در مورد این نظرسنجی در وبلاگ خودش خیلی کامل نوشته. تصور کنید یک آدم ناشناس به خانه شما تلفن بزنه و نظرتون رو در مورد سیاست های کلان نظام بپرسه، واکنش شما چه خواهد بود؟ آیا شما نظر قلبی خودتون رو خواهید گفت، یا اینکه با نظر گرفتن در نظر گرفتن سابقه طولانی حکومت در سرکوب دیگر اندیشان، منتقدان و مخالفان جرأت نخواهید کرد نظری مخالف سیاست کلی نظام ارائه بدید؟ اینها رو گفتم تا برسم به این نظرسنجی تلفنی جدید مؤسسه گالوب. این نوشته این وبلاگره گفته نتایج آن به طور گسترده و احتمالاً هدفمند در سایت‌های مختلف در حال انتشاره. این نویسنده نوشته که افرادی از خارج از کشور با 1000 نفر از ایرانیان داخل کشور تماس تلفنی برقرار کردن و نظر اونها رو درباره موضوعهای سیاسی همچون برنامه هسته‌ای، نقش تحریم‌ها در زندگی فردی بر اقتصاد کشور و اینکه چه کسی رو مسئول تحریم‌ها میدونن جویا شدن. آخه این چه نظرسنجیه؟ این هم نظر این نویسنده است. گفته مسلمه که مردم عادی جرأت نمی‌کنن پشت تلفن نظر قلبی و واقعی خودشون رو بگن و صد البته که این احتمال منطقی هم مطرح است که رژیم تماس‌های تلفنی خارجی رو کنترل می‌کنه. و یا نویسنده وبلاگ سعی در مطلبی که نوشته وقتی گالوب رعایت حال اپوزیسیون رو نمی‌کنه، طبیعتاً نتایج نظرسنجی اخیر گالوب برای مخالفان جمهوری اسلامی دردآور و تا حدی مفتضح کننده بود و باز هم طبیعتاً اولین عکس‌العمل آنها انکار یا تشکیک در صحت این نتایج بوده. گالوب اعلام کرده 48% ایرانی‌ها میگویند تحریم‌ها روی زندگیشون تأثیر نداشته، اما 63% معتقدند با این وجود باید برنامه غنی‌سازی رو ادامه بدن و تنها 10% هم این تحریم‌ها رو تقصیر حکومت ایران میدونن و 47% دیگه تمام تقصیر رو مقصر و اصلی و آمریکا میدونن. نتایج انصافا برای من هم کمی عجیب بود. این نویسنده نوشته و نوشته که در تهران زندگی میکنه و آدمهای اطرافش پیامهای غیر از این دارن. من جفت این وبلاگ‌ها رو برای شما در صفحه فیسبوک میذارم تا ببینید و بقیه‌اش رو خودتون بخونید. مرسی رویا. کاش خود محمد یونس مونده بود اینجا با ما از مسئله گالوب یکم سوال جواب میداد، از گالوب دفاع میکرد. اما علی از طریق اسکایپ همراه ماست، گویا ویدیو هم داره. سلام علی. سلام خانم رویا، امیدوارم حالتون خوب باشه. من یک چیزی که راجع به این موضوع، راجع به این تحقیق انجام شده، فکر کنم تو برنامه‌تون صحبت نشد راجبش. مقایسه این دوره با دوره قبلی این بودش که پارسال فکر کنم انجام شده بوده. بله، همین موضوع خوبی گفتی علی. اتفاقا مؤسسه گالوب همون که گفتم 8 سال این نظرسنجی دو بار در سال انجام میده. بله، مثل که سری قبل این آمار پایین‌تر بوده، امسال مثل که آمار رادیکال‌تر شده و این نشون میده که این فشاری که داره میاد. کلاً میخوام یه چیزی بگم، فکر کنم ما مردم ایران زیاد از حرف زور خوشمون نمیاد. فکر کنم که خود به خود این داره رادیکال‌تر میشه، این احساس من. خب من تو انگلیس دارم زندگی میکنم، در ایران نیستم و اصلا با جمهوری علی دو تا کلمه رو برامون توضیح بده. یکی اولا گفتی که فکر می‌کنی رادیکال شد، رادیکال منظور به کدوم سمت؟ یکم توضیح بده. بعدم گفتی حرف زورونم، یکم توضیح بده ببینیم دقیقاً منظور کدوم قسمتش. رادیکال تر شده یعنی مردم ایران هم دارن به این نتیجه میرسن که واقعا این حقی هستش که باید داشته باشن و این موضوع انرژی هسته‌ای از قبل از انقلاب شروع شده و ربطی به جمهوری اسلامی نداره و جمهوری اسلامی خواهد رفت، اما این حق و حقوق و این صنعت زیرساختی برای کشور لازم هست و واجب هست. برای اینکه میگم حرف زور خوشمون نمیاد، واسه اینکه کشورهای صنعتی دنیا دارن این کارو میکنن و دارن. علی حرف زور در واقع مسئله تحریم آن برنامه اتمی رو میگه. خب بله، یک بام و دو هواست. یعنی مثلا شما ببینید اسرائیل الان بمب اتمی داره و آقای شیمون پرس میاد جلوی تلویزیون میگه ما هیچ وقت تایید یا رد نکردیم. یعنی چی این حرفی؟ یعنی اینکه ما به هیچ کس جوابگو نخواهیم بود. البته خب ببین اسرائیل بخشی از اون در واقع پروتکل الحاقی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست، ولی ایران توی اون هست. خب از نظر قانونی موقعیتشون هم فرق میکنه از نگاه دنیا. چرا نیست؟
دقیقاً فرق میکنه، به خاطر اینکه اسرائیل به هیچ کس پاسخگو نمیخواسته باشه و نبوده. ایران علاوه بر اینکه جزء ان پی تی بود، من قشنگ یادم من در ایران بودم، میگم من اصلا از طرف از رژیم جمهوری اسلامی هیچ گونه دفاعی نمیکنم. اگر من بگید بعد بازتر بکنن که بازرسی ها بیشتر بشه، من میگم بله بعد همکاری بشن. اما اگه بگین که انرژی اصلی بعد متوقف بشه، من میگم به هیچ وجه نباید متوقف بشه. بله ایران جزء ان پی تی هست، به خاطر اینکه ثابت کنه که بله من بمب اتمی نمیخوام بسازم. اسرائیل نکرده، بخاطر اینکه هدفش چیز دیگه بوده. ایران اون الحاقیه رو امضا کرد، اون ماده الحاقیه رو امضا کرد. من در ایران دانشجو بودم اون موقع، یادمه که شرایط چطوری بود در ایران در دوره خاطر بود. به امید اینکه درها بازتر میشه، اما درها بازتر که نشد، الان میبینیم که بسته تر شده. الان من فکر نمیکنم که ما با دنیا مشکل، این ما فقط با فکر کنم با اسرائیل مشکل داریم. یعنی اسرائیلی که داره این به قول معروف فکر رو به ذهن من، اینجا دوستای انگلیسی دارم، یک همکلاسی داشتم به من میگفتش که اگر که ایران به انگلیس حمله کرد چه اتفاقی میفته. گفتم چرا باید ایران به انگلیس حمله بکنه؟ اصلا شما فکر اینو بکنید که چرا، چه توهمی این مدیا ایجاد میکنه که یک نفر همکلاسی من فکر میکنه که ایران قراره به انگلیس حمله کنه. میگم یک کشور این ور دنیا، اون و ایران اون ور دنیا، و هیچ منافعی سودی در این نیست که ایران بخواد با بمب اتمی به انگلیس حمله بکنه. علی صحبتات یه مقدار متفاوته با ما، بهمون تصویرم داری، کیفیت تصویرم خوبه فعلا. فقط من دو تا نکته رو توضیح بدم تو صحبتمون بهش اشاره شد. پروتکل الحاقی که در واقع ام پی تی، منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، برای بعضی از بیننده‌مون شاید ندونن که در واقع کشورهایی که اینو امضا کردن توافق کردن که سلاح‌های هسته‌ای رو جلوی گسترشش رو بگیرن و خودشون هم در واقع جزء کشوری نباشن که گسترش بدن. و همینطور صحبت از اسرائیل هم کردی، خب من اینم اضافه کنم که میبینیم که به هر حال هم سازمان ملل، یعنی یک توافق به هر حال نسبی جهانی، و به خصوص اروپا و آمریکا هم جزو کشورهایی هستن که روی برنامه هسته ایران سوال دارن و در واقع نگرانی دارن و تحریم ها رو علیه ایران اعمال کردن. فقط از نظر خبری گفتم که اینم اضافه کنیم به صحبتم. باشه با ما باش، حالا با ما باش، باز برمیگردیم. مرسی علی. و اما مهرداد نمیشه، ما همین کامنت ها رو با ترس و لرز میذاریم، چگونه باید در نظرسنجی شرکت کنیم و پاسخ درست به اون بدیم. من قبل از برنامه داشتم با ساقی لقایی صحبت میکردم، یکی از افرادی هستش که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستش، ساقی روزنامه‌نگار هست و با ما همراه شد امشب در مورد همین نظراتی که در فیسبوک برای ما میذاشتن که بیشتر این نظرسنجی در سایه ترس بوده و این نمیتونه نظرسنجی درستی باشه. نظر ساقی رو در این مورد میپرسیم. ساقی سلام. سلام میکنم به شما و بینندگان خوبتون. ببینید، من چیزی که میخوام مورد توجه قرار بدم بحث شناخت وضعیت جامعه آماری هست و توجه به امنیت مصاحبه شونده ها، که به نظر میرسه که مؤسسه گالوب در این نظرسنجی خاص بهش توجه نکرده چندان. ببینید، ما بسیار این رو شنیدیم و دیدیم که وقتی یک شهروند ایرانی یک تماس کوچیک حتی در موارد اجتماعی با یک رسانه خارج از کشور داره، بعدش از طرف نهادهای امنیتی پیام هشدارآمیزی در تلفن خودش دریافت میکنه که تماس با خارجی ها اتهام جاسوسی تلقی میشه و اقدام علیه امنیت ملی. در چنین شرایطی وقتی که یک شهروند ایرانی باهاش تماس تلفنی گرفته میشه و در خصوص خط قرمز نظام در واقع ازش سوال میشه، طبیعیه که برای حفظ امنیت خودش و خانوادهش و از ترس، موضعی که اعلام میکنه در واقع نظری که اعلام میکنه نظرش به نظر نظام نزدیکتره و بدین ترتیبه که اون رقم طلایی و آشنای 63% از این همچین آمارگیری در میاد. نکته دیگه‌ای که من می‌خواستم بهش اشاره کنم اگه فرصت داشته باشم، بحث نظرسنجی هست که سال گذشته شبکه خبر به روی سایتش داشت. بله، ما اونو نشون میدیم حتما. موضوع راهکار جانم. بله ساقی جان، ما اونو حتما توی برنامه نشون میدیم و اونو نظرسنجی پیدا کردیم که بعد از یه مدت کوتاهی هم برداشتن از روی صفحهشون. اما بحثی که هستش نوع این نظرسنجی بود و اینکه به آدمهایی که تلفن زده بودن و بحثی که در شبکه‌های اجتماعی بود این بود که آدمهایی که در ایران زندگی میکنن به خاطر دسترسی نداشتن به رسانه‌های آزاد
فکر میکنن که همون انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و تحت تاثیر این شعارها قرار دارن و خیلی هاشون اصلا نمیدونن رابطه انرژی هسته‌ای رو، نمیدونن رابطهش رو با تحریم نمیدونن و آدمهایی که به این سوال پاسخ دادن آیا علم دقیقی داشتن یا نه و نوع آدمهایی که به این سوال پاسخ دادن، نظر در مورد اون چیه؟ من نمیتونم بگم که کسی که باش تماس گرفته شده علم به این موضوع نداشته. این موضوع موضوعیه که از هر چیزی بیشتر در ایران مطرحه. بحث تحریم ها هم همینطور، خیلی مردم باش دست به گریبان هستن و من فکر میکنم که مخاطب آگاهانه یک جاهایی نادرست خلاف نظر خودش رو اعلام کرده، در حالی که ببینید این رو در حالتی من دارم خدمتون عرض میکنم که ناگهان با یک شهروند از بیرون از ایران تماس گرفته میشه، در حالی که همون شهروندان وقتی که خودشون آگاهانه و خواسته در نظرسنجی شبکه خبر در سال گذشته شرکت میکنن، نتیجه در چند ساعت کوتاه چیزی میشه که خبر شبکه خبر مجبور میشه نظرسنجی رو از سایت خودش خارج کنه. بار اول بیش از 60% به چشم پوشی از غنی‌سازی در مقابل لغو تدریجی تحریم ها رأی میدن و وقتی که سوال ها تغییر میکنه این بار 89% مخالفت میکنن با مبحث بستن تنگه هرمز در تلافی تحریم ها. من فکر میکنم چیزی که مقفول مونده در نظرسنجی گالوب بحث امنیت مصاحبه شونده و نتیجه‌ای که گرفته شده از این آمارگیری ناشی از ترس مصاحبه شونده است. مرسی از ساقی لقایی که با ما همراه بود. من اشاره کنم به اون نظرسنجی شبکه خبر که این سوال رو به صورت واضح گفته بود که کدام شیبه را در قبال تحریم یک پارچه غرب ضد ایران ترجیح میدن، که 62% کسایی که تو این نظرسنجی شرکت کرده بودن گفته بودن که موافق چشم‌پوشی هستن، موافق چشم‌پوشی از غنی‌سازی در مقابل لغو تدریجی تحریم ها. این هم نظر، این هم یک نظرسنجی دیگه بود که سال گذشته در شبکه خبر انجام شد ولی خیلی زود از روی شبکه برداشته شد. مرسی رویا، صحبت باز از گالوب شد. ادامه صحبت محمد یونس هم بشنویم. من به خصوص در مورد همین سه تا سوالی که بحث شد ازش پرسیدم که جواب چند تا از این سوالا رو هم گفت که برای اولین بار تو برنامه ما اعلام می‌کنه. حالا جواب محمد یونس رو بشنویم. دو مسئله که به هم مرتبطن اینه که آیا پاسخ دهندگان از توسعه توانایی هسته ایران چه در زمینه نظامی و چه غیر نظامی حمایت میکنن یا خیر. در ارتباط با مصارف نظامی میبینیم که حدود 40% از پاسخ دهنده از توسعه توانایی هسته ای در این بخش حمایت میکنن، حدود 1/3 پاسخ منفی دادن، حدود 20% هم از پاسخ خودداری کردند. در ارتباط با مصارف غیر نظامی این میزان بالاتر و حدود 50%. در واقع پاسخ مثبت به توان هسته‌ای عملاً پایین‌تر از وقتیه که این سوال در چارچوب تحریم‌ها مطرح میشه و طبیعیه که وقتی این سوال در چارچوب تحریم‌ها مطرح میشه تعداد بیشتری از توان هسته‌ای حمایت می‌کنن و علت اون اینه که تحریم‌ها برای دو طرف جنبه نمادین پیدا کرده و این مطلبیه که ما در گزارش ما به آن اشاره کردیم و موضوع بحث در محافل سیاست‌گذاری در واشنگتن به این معنی که رژیم تحریم‌ها به نوعی به بن‌بست رسیده. Iran's perspective, it doesn't appear that there seems to be a light at the end of the tunnel in terms of. از دیدگاه ایران اینطور به نظر میرسه که امکان برداشتن تحریما هرگز وجود نداره، چون وقتی به سیاستمداران آمریکایی گوش میدهند به ویژه در کنگره تنها افزایش و تشدید تحریم ها شنیده میشه. از دیدگاه آمریکا اون چه دیده میشه اینه که ایران نسبت به برنامه‌ای هسته‌ایش در چارچوب نظارت های بین المللی باز عمل نمیکنه و در این حال نسبت به مذاکرات مستقیم به عنوان راه مناسب برای حل مسئله هسته‌ای متقاعد نیستند. یعنی حرفای دوگانه‌ای که از جانب هر دو طرف شنیده میشه. مثلا در آمریکا دولت پیشنهاد مذاکره مستقیم میکنه، اما نمایندگان کنگره لزوما چنین پیشنهادی رو نمیدن و میخوان تحریم ها تشدید شه، و یا دولت ایران پیشنهاد آمادگی برای مذاکرات میده اما شنیدیم که رهبر عالی ایران قاطعانه با اون مخالفت کرد. بنابراین شرایطی به وجود اومده که مردم معمولی هزینه اقتصادی اون رو میپردازن. ادامه صحبت محمد یونس بود، تحلیلگر ارشد مؤسسه گالوب که قبل برنامه انجام شد. حالا علی برگردیم به صحبتت، اگه بتونی برامون تموم کنی. بعدش یه بحث متفاوتی می‌کردی، قسمت دوم صحبت محمد یونس هم شنیدی، انتقادهای مختلف هم شنیدی، به خصوص اون نگرانی که ساقی داشت راجع به امنیت مصاحبه شونده. ولی حالا در مجموع اون نظری که خودت داشتی میدادی و شاید مثلا نظری که از دور و بریات داری رو برامون یه جمع‌بندی بکن.
من حرفشون رو کاملا قبول دارم. اگر کسی زنگ بزنه و به خونه یه نفر و به سوال های بپرسه، مسلما خیلی از مردم کانسرواتیو هستن، خیلی محافظه‌کار هستن و جواب اون سوالات رو نخواهند داد اونطوری که باید. منتها من گفتم اگر اینطوری بخوایم حساب کنیم، اون سری قبل، اون تغییری که قبلا شده بود، تعداد بیشتر مردم مخالف بودن، یعنی 47% من موافق بودن، این سری 63% تعداد بیشتر شده بود. اینطوری که من دیدم که شبکه بی بی سی گذاشته بود، من داشتم نگاه می‌کردم. در واقع تغییرشو میگی علی، اما حالا اون نظر تغییرش رو اشاره کردی، حالا اگه بتونی کوتاه برامون جمع‌بندی کنی نظر خودت و کسایی که دوربر خودت می‌بینی فهم کنی چیه؟ نظر من اینه که ایران باید این کار ادامه بده. ببینید حتی من دارم فکر کنم که اگر که حتی جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسیده و آمریکا داره ایران رو هول میده به سمت داشتن بمب اتمی، دلایلم هم اینه که اگر شما نگاه بکنید، مثلا حمله ای الان امریکا داره دقیقاً سناریوی عراق رو روی ایران اجرا می‌کنه و ایران رو داره الان تحریم کرده، داره ضعیف می‌کنه و بعد برنامه‌اش رو عملی کنه. سر عراق هم من یادمه که مرتب می‌گفتن عراق بمب اتمی داره، بمب اتمی داره، مرتب بازرسان می‌رفتن می‌گشتن و بعدش گفتن که داره قایم کرده و در آخر کار حمله کردن و هیچ ماس دیستراکشن وپنی پیدا نشد در عراق. الان دقیقاً هم سر ایران هم داره همین برنامه اجرا میشه. اما اگر که امریکا 1% احساس می‌کرد عراق بمب اتمی داره، من به شما قول میدم به عراق حمله نمی‌کرد. و این چیزی که فقط ایران رو مورد فشار قرار بدن و تحریم بذارن و بعدش بگن آره شما متوقف کن، ما اصلا تحریم رو بر نمی‌داریم، این خب چه کار بازی ساده ایه. ما قبلا هم سر قضیه آزادسازی ملی سازی صنعت نفتمون هم این مشکل رو داشتیم و تحریم شدیم در توسط کشورهای غربی. ممنون. و این چیز جدیدی نیست. به نظر من ایران باید مقاومت کنه. ممنون ازت علی که نظر دادی. من عذرخواهی می‌کنم از بیننده‌هامون، یه مقدار کیفیت صدا خراب بود، سعی کردیم ولی تا آخر صحبت علی رو بشنویم. یه تنفس کوتاه بگیریم برمیگردیم. امشب در واقع صبح چهارشنبه سخنرانی سالانه باراک اوباما به صورت زنده از صدای آمریکا پوشش داده میشه، از دست ندین. اما الان روی خط هستین، برگردیم به فضای مجازی، نبض فضای مجازی دست رویاست، ببینیم که ادامه صحبت چیه. سوالی که گذاشته بودم در صفحه فیسبوک در مورد موافقت یا مخالفت شما با ادامه برنامه هسته‌ای، تا الان 58 نفر گفتن که مخالف هستن، یعنی بیشترین تعداد رو بر پایان دادن به برنامه هسته‌ای، ادامه برنامه هسته‌ای گفتن و 7 نفر هم جوابشون مثبت بوده و باز هم یک عالمه کامنت زیرشه که چرا مخالفن، چرا موافق هستن، که فکر میکنم وقت نشه اما شما میتونید برید بخونید. رضا گفته که با این وجود این تحریم ها مخالف برنامه هسته ایران هستش. گفته فکر میکنید که 63% اشتباهه، چون ملت ایران میترسن جواب درستی بدن و خفقان همه جا رو گرفته. و حمیدم گفته این خیلی واضحه که در مملکتی که به شدت امنیتی است نتوان آمار درستی، اون هم در مورد مسئله‌ای مثل انرژی هسته‌ای، به دست آورد. به نظر این کاربر بهتر بود کسانی که مورد سوال قرار گرفتن، به جای اینکه از ترس به دروغ جواب مثبت بدن، اصلا جواب نمیدادن. این کاربر گفته من با انرژی هسته‌ای حتی اگر تحریمی هم نبود و حتی حکومت ایران واقعا مردمی و آزاد بود، باز هم مخالف بودم، چرا که انرژی هسته‌ای مضرات بسیاری و همچنین خطرات زیادی و خصوصا برای کشوری مثل ایران داره که این همه منابع طبیعی داره و اصلا نیازی به انرژی هسته‌ای نیست. و جواد هم گفته با اینکه به نظام جمهوری اسلامی مخالفه اما با برنامه هسته‌ای ایران موافقه. این کاربر گفته دلیل این موافقتش اینطوریه که هدف ایران از برنامه هسته‌ای دستیابی به دانش ساخت بمب اتم و من، یعنی جواد، با دستیابی ایران به دانش ساخت و نه خود بمب اتم موافقم. این کاربر نوشته این دانش به ایران اجازه خواهد داد که این کشور جز ابرقدرت‌ها بشه. آمریکا و همپیمانانش هم در نهایت باید با ایران مذاکره کنند، چون ایران یکی از منابع نفت جهان هست و جهان نمیتونه به مدت طولانی بدون نفت ادامه بده. مرسی رویا. این درصد بالای بینندامون هم که مخالف بودن باید بگیم مؤسسه گالوب هنوز 586 نفر تا الان بازدید داشتن از این پیامی که ما گذاشتیم در صفحه همون
هزار نفر بشه بعد ببینیم ما هنوز 20 دقیقه وقت داریم. آره البته قابل قیاس نیست به خاطر اینکه پایه و اساس علمی نداره و ما در نهایت فقط یک سوال گذاشتیم و تمام کسانی که در صفحه ما هستن این 26 هزار نفری که اینجا هستن فقط میتونن نظر بدن و البته توی صفحه اصلیمون هم آدم‌های زیادی هستن بیش از 5000 نفر و اونها میتونن نظر بدن. نظر کلی نمیشه و نمیتونیم بگیم کل مردم ایران، اما کسایی که حداقل توی شهر فیسبوک اون چیزه، توی کشور فیسبوک، توی کشور فیسبوک این چیزی که الان داره به ما میگه، میگه ما مخالفیم. کشور خیلی هم پر جمعیت فیسبوک، سومین کشور جهان. اما چند تا از بینندامون روی خطن، امیدوارم به همه نوبت برسه. ولی از شیراز همراه ماست و همینطور پژمان از عراق. سلام به هر دوی شما. ولی اول میام سراغ شما تو شیراز. در مورد نظرسنجی خیلی صحبت شده، اگه شما حالا نظری دارین کوتاه برامون بگیم، ولی بعدش میخوایم نظر خود شما و اطرافیانتون رو بدونیم. با سلام، خسته نباشید. زنده باشید. یه شعر دارم، سخن بی پرده باید گفت، وقت راست پوشی نیست. خب بی پرده بگین پس. ولی خب یه صحبتی حضرت علی با سلمان فارسی داشت، گفت ای سلمان، وقتی در برابر مردم قرار گرفتی جوری رفتار کن که مردم در مقابل تو لکنت زبان پیدا نکنن. خب نظرسنجی مطمئنم هیچ کسی نمیتونه یک تعریف درستی از انرژی هسته‌ای داشته باشه، بله یا خیر. بنده موافقم، ولی به شرط این که در مورد سر آمیز بودن عمل بشه، نه این که تهدید بر علیه اسرائیل باشه یا مردم مهربان یهود. من خودم نه یهودی هم نه مسلمان نه لائیک، من یه انسانم. پس ولی اگه بخوایم یه ذره اینو جواب شما رو بخوایم به اون نظرسنجی گالوب سعی کنیم تطبیق بدیم، اون سوالی که میپرسه آیا شما با ادامه برنامه هسته‌ای برای مصارف غیر نظامی در واقع صلح‌آمیز موافقی، شما میگین بله موافقین؟ بله من موافقم، مگر اگر موافقی ولی نه برای مصرف نظامی. نه کنید، اگر این مورد محمد رضا شاه پهلوی بالاخره میگوار ساخت برای چی؟ برای بمب ساخت؟ نه، اونم بالاخره برای توسعه کشور ساخته. اینجا ما باید درست استفاده کنیم از هر منابع. اینجور من بگم به شما که انرژی هسته‌ای، خب باید اول ما علم انرژی هسته‌ای، آگاهی از انرژی هسته‌ای بودیم در چه مواردی هست. مردم ما نمیدونن، یه عده ها میگن یه عده نمیگن، خب باید تغییر بشه مردم بدونن واقعا. ولی همین صحبت که شما میکنین جالبه، چون اینم ما اضافه کنیم، حالا همش در مورد موافق و مخالف صحبت میکنیم، الان ما درصدار هم داریم روی تصویر میبینیم، مال وبسایت خود گلوپه، که توی هر سوالی که پرسیده شده یه درصدی گفتن بله، یه درصدی گفتن خیر، اینم تو در مورد تحریم هاست فکر میکنم، ولی یه درصدی هم تو همه سوالا گفتن که ما نظری نداریم. شاید همون، شاید در ادامه صحبت شما که میگین که بعضی هم واقعا رابطهشون نمیدونن یا اصلا نظری در موردش ندارن. اما اجازه بده نظر پژمان هم بشنویم ببینیم با شما موافقه. پژمان سلام. من سلام خدمت شما. مرسی. من به نظرم این نظرسنجی برخلاف نظر مردم ایرانه. مردم ایران چنین نظری ندارن. ما تو کوچه و خیابان هستیم. دوربری شما بله، همون گروهی که شما باش ارتباط دارین چی فکر میکنن؟ من به نظرم یه ترفندی مؤسسه گالوب زده، اونم اینه که میخواد با این نظرسنجی اینه برسونه که این همه تحریم بر علیه ملت ایران هست اثری نکرده و به نظرم میشه به این ملت فشارم آورد و بیشتر از این هم کاری کرد به تحریم ها، چون که در اون هدف ملت و اون هدفی که دارن هیچ اثری نکرده. به نظرم سیروس نمیدونم چرا پشتتونم یه صدایی میاد، ولی فقط من اینو توضیح بدم، شما میگین اثری نکرده، 56% گفتن تحریم ها روی زندگیشون اثر داشته تو همین نظرسنجی گالوب و اثر زیاد داشته، 48% هم گفته به هر حال تا حدی تأثیر داشته. در واقع اکثریت گفتن تأثیر داشته روی زندگیشون. تحریم ها 100% اثر که میبینیم الان رو تصویر، تحریم ها 100% اثر داشته رو زندگی مردم و به نظرم یه ترفند مؤسسه گالوب که بخواد دوباره
من به نظرم یه ترفند جدید مؤسسه گالوپ که میخواد شما فکر کنید پس دقیق نیست. ممنون عذرخواهی میکنم، یه صدا هم فکر میکنم کیفیتش خرابه، یه صدایی هم میاد. اما برگردیم بازوی به فضای مجازی که صدا نداره. آره دقیقاً صحبت‌های این بیننده رو تکرار می‌کنم. سهراب برامون توی فیسبوک نوشته که نتیجه این نظرسنجی می‌خواسته نشون بده به دنیا که ایرانی حقشه که تحریم بشه، چون خودشون موافق ادامه برنامه هسته‌ای هستن. این نظر سهراب بود و پریسه گفته باید دید چرا رسانه‌ها و این مؤسسات اینقدر روی این نظرسنجی تلفنی از 1000 نفر نمونه آماری مانو میدن. اگه ایران فقط 40 میلیون جمعیت بالای 15 سال داشته باشه، 1% از این جمعیت میشه 400,000 نفر. این کاربر نمیشه، این یعنی استفاده از علم آمار و فریب دادن افکار عمومی که البته توی ایران دیگه جواب نمیده. اینقدر که دولت مردای ایران از آمار برای فریب مردم استفاده کردن، هیچ کی دیگه به این اعداد و ارقام اعتمادی نداره. این هم نظر پریسا بود. و اما کامبیز گفته، اشاره کرده به نوع نظرسنجی و نوشته ملت ما از ترس جوابهای موافق دادن. مثلا من زنگ بزنم یه جا بگم من از ناسا زنگ میزنم، نظرتون راجع به میمون فضا نورد ایرانی چیه؟ خب اون طرف از کجا بدونه من واقعا از کجا تماس میگیرم و چجوری باید به من اطمینان کنه و به ادعای من باید اطمینان کنه؟ این نظر کامبیز بود. مرسی رویا. ادامه صحبت‌های حسین قاضیان هم بشنویم. سوال بعدی که پرسیدیم به خصوص در مورد همین جزئیاتی که محمد یونس گفت که باز آقای قاضیان یه نظری در همین مورد هم گفته بود. گالوب همه این نتایج رو توی کارش منعکس نکرده. این نشون میده که احتمالاً اونا نمیتونستن بفهمن که این نتایج چقدر دقیقه و احتمال داشته که بایاس داشته باشه. ضمناً ما نمیدونیم ترتیب این سوالات چجوری بوده، کدوم یک از این سوالات رو اول انجام دادن و کدوم رو دوم، چون پرسشنامه گالوب رو در اختیار نداریم. و سومی که نمیدونیم ساختار کل پرسشنامه چجوریه و اینا در کدوم فقره از پرسشنامه قرار گرفتن و قبل از اون از لحاظ روانشناسی سیاسی چه بر ذهن پاسخگو وارد شده و او چگونه واکنش نشون میده به اون تاثیر قبلی که گرفته. بدون داشتن اینا ما نمیتونیم داوری کنیم و حکم دقیق و جدی بدیم. حسین قاضیان بود، جامعه شناس و به حال با تجربه حرفه‌ای در کار نظرسنجی در ایران. نگار قاضیان فیسبوک هم داره و کسایی هستش که در فیسبوک خیلی فعال هست، همه نوشته هاش و نقد هاش و نظر هاش اونجا می نویسه، منتشر میکنه. یعنی خودش یک صفحه علمی شده کلی برای خودش. و اینکه توی صفحه فیسبوکش به این مطلب اشاره کرده و نوشته، یک موضوع بلند بالا از اینو نوشته و نوشته به نظر میرسد برای سفارش دهندگان یا مصرف کنندگان این نظرسنجی این سوال، یعنی احساس مردم در مورد تاثیر تحریم ها بیشتر از بررسی تاثیر واقعی تحریم ها اهمیت داره. این هم از صفحه آقای قاضیان بود که برای شما خوندم. و سعید هم نوشته با انرژی هسته‌ای در ایران موافق هستش و این تکنولوژی رو حق همه مردم ایران میدونه، ولی با سیاست ها و اهداف این رژیم به شدت مخالفه و میگه ایرانی لیاقت بهتری از اینها رو داره. مرسی رویا. حدود 10 دقیقه وقت داریم، 4 نفر روی خط هستن، سعی می‌کنیم به همه وقت برسه. سیروس از آمریکا، سیامک هم از طریق اسکایپ. سلام به هر دوی شما سیروس، نظر شما چیه؟ به همتون و تشکر از تمام زحماتی که می‌کشید، امیدوارم راهگشا باشه. امیدوارم عرض کنم که نظرسنجی رو خوشبختانه عزیزان به خوبی به یاد کردن. چه کسی اطمینان می‌کنه در ایران از تیغ جلادان حکومت دور بمونه و بتونه نظر درست بده؟ و پس سیرو شما معتقدین که درصدی که در اومده تو جواب نظرسنجی دقیق نیست؟ به هیچ وجه مورد اطمینان نیست. و به یه دلیل دیگری که اصلا باید بهش توجه نکرد این است که خود رسانه‌های خارجی مصرف تبلیغات خودشون و مقاصد خودشون ازش بهره برداری کردن. حالا شما خودتون نظرتون چیه سیرو؟ شما و اون جامعه آماری که به حال شما باش تماس دارین، ایرانیای چه داخل ایران یا خارج؟ بنده اندک تماسی با 14-15 نفر افراد در ایران دارم که بهشون اطمینان دارن. اونها با شبکه خودشون دارن خوشبختانه. بعد ما در ایران شاهد فردوسی کوچولوهایی هستیم که میبینید پاره ایشون رو بدون هیچ تأخیری بهشون ویزا میدن در دانشگاه های سان فرانسیسکو و استنفورد و برکلی و هاروارد و MIT دارن کار میکنن. رئیس 2 دانشکده معماری MIT و هاروارد ایرانیه. دیگه از این خار بالاتر چی؟ حالا نظرشون چیه؟ نظرم این است که این نظرسنجی ها خارجی ها برای خودشون میکنن. و نه میپرسم سیروس، راجع به نظرسنجی گفتین، حالا نظر کسی که شما باهاشون ارتباط دارین چیه؟ به طور کلی
نه اطمینانی به رادیوهای خارجی دارم. نه راجب سیروس جواب میگم در واقع نظرسنجی شما، اگه شما نظرسنجی انجام داشته باشین با کسایی که ندارن و بهش میخندن میگن ما پس ما اینجا کوریم، اما نظرشون نظر خودشون راجب ادامه برنامه هسته‌ای چیه؟ در راجب برنامه هسته‌ای دقیقا میگوین برنامه هسته‌ای در ایران حق ملت ایران، نه با این افراد حاکم. اینن قشنگ جوان 22 ساله به من پای تلفن گفت مثل اینکه چاقوی تیز دولبه رو بدید دسته بچه 2 ساله. اینها حتی در روزه در مسائل روزانه، در مسائل اقتصادی، در حفظ مال و اموال ملت ایران، سرزمین های ایران از دریای خزر تا تا فلات قاره. پس فکر میکنین کسایی که در واقع جامعه آماری شما باش در تماسین میگن که مخالف برنامه هسته‌ای نیستن، اینطور که گفتیم موافقن ولی نه با حق هر ملتی است برنامه هسته‌ای ایران با این فریختگان، ولی نه به دسته حکام نالایق. بله ممنون از نظر شما، ببخشید صحبتتون رو کوتاه کردم، وقتمون کمه. نظر سیامک هم بشنویم از طریق اسکایپ. سیامک سلام، شما با سیروس موافقین؟ با جامعه آماری که شما باش تماس داری چی میگه سیامک؟ یه چیز رو در ابتدا میخوام بگم، این که اصلا کلیت این نظرسنجی خانم رویا یه چیزی رو خوندن تو اینترنت، این که از 1000 نفر فقط پرسیده ما ایران 75 میلیون و از این 75 میلیون. البته سیامک من یه توضیح در مورد نظرسنجی اصولا بدم. به هر حال نظرسنجی همینه که شما یه جامعه آماری انتخاب میکنی، چون با همه که نمیشه هیچ جا صحبت کرد، و این جامعه آماری رو سعی میکنی که نماینده کلیت به هر حال جمعیتی باشه که وجود داره. ولی حالا دوستان نظر خود شما یا کسایی که دور بر شما رو بدونین، به هر حال شما با یه بخشی از این جامعه در ارتباطی. آخه یک مطلبی، آخه 1000 نفر چطور میتونه به سال خب نظرسنجی همینه معمولا تعدادش، حتی کمتر از 1000 نفر. خود من به حداقل میتونم بگم بدون اقرار میتونم بگم 100% کسانی که میشناسم، چه باهاشون زندگی میکنم، چه دوستانم تو چه جامعه‌ای که توش بودم، چیزی که در موردش میدونم اینه که خب 100% مخالفن. نگاه کنید انرژی هسته‌ای یه دانشه که با توجه به روشی که داره جهان میکنه، خب مسلماً هر کشوری داشتن مثلا این دانش براش خیلی اهمیت داره، ولی نه دولت جمهوری اسلامی که توی این 30 سال گذشته مثلا این شکل خودش رو کاملا ثابت کرده. و قطعا من خودم کاملا 100% مخالفم با اینکه جمهوری اسلامی این انرژی رو داشته باشه و این دانش، حتی دانش هسته‌ای رو داشته باشه، چون میتونه تو به اصطلاح هدف‌ها و منافع خیلی در واقع چه برای مصرف غیر نظامی و چه نظامی شما با هر دوش مخالفی. نه غیر نظامی قطعا مخالف نیستم، ولی آخه جمهوری اسلامی این اطمینان رو در همین منظورم در شرایط الانه. نه به هیچ وجه، به هیچ وجه نباید داشته باشه، چون اگه داشته باشه یعنی میخواد به بقای عمر خودش و به فکر افکار پلیدش توی دنیا قطعا. و به نظر من فکر میکنم اصلا این قضیه رو بیایی از مردم توی خیابون، چه شهرهای کوچی، چه شهرهای بزرگ، چه روستاها بپرسی، قطعا اگه خیلی دوستانه بشینی با همشون صحبت کنی که احساس امنیت کنن، که میتونن راحت نظرشون بگن، به 1000 دلیل کاملا میتونن مخالف باشن. به چه قیمت؟ ممنون از نظر شما سیامک. اما احسان نوشته که به نظرش موافقت اکثریت مردم با برنامه هسته‌ای به این نتیجه که مردم پشتیبان بیچون و چرای جمهوری اسلامی هستن نیستش و این دو مقوله جداست، یعنی انرژی هسته‌ای و پیروی کردن از نظام دو مقوله جداست. و شادمانی هم برامون نوشته که دسترسی به انرژی هسته‌ای اگر صرفاً مقاصد غیر نظامی بود بله، ولی این نظام به هیچ وجه در این هدف نیست و صرفا داشتن اهرامی پرزور با نیروی هسته‌ای جهت عرض اندام در برابر دنیا رو در سر داره. و همینطور کاربر دیگه‌ای به نام پیمان نوشته آگاهی مردم ایران از انرژی کلن در سطح پایین قرار داره. این کاربر نوشته انرژی خورشیدی و بادی رو راحت‌تر بودیم که در دنیا استفاده کنیم و ارزان‌تر هم هستش، نیازی نیست به انرژی هسته‌ای و این بهانه‌ای هستش برای قدرت نظامی و قدرت هسته‌ای. و محمد هم گفته موافق هستش برای ادامه و اگر حتی با ما بجنگند هم ما باز دوباره با این موافق هستیم، گفته مگه ما از پاکستان و اسرائیل چی کم داریم. و پویا گفته خب 80% از مردم در سطح متوسط به پایین هستن و از روی تعصب صحبت میکنن و هنوز تبعات این تحریما که داره به ملت فشار میاره و فقر و فحشا رو با خودشون روی خودشون ندیدن و
برای همین نظرها رو میدن. من یه بار دیگه اعلام کنم که اینها نظرهای کاربران ما در فیسبوک هست و ما هیچ مسئولیتی در قبالش نداریم. من فقط نظرهای کاربرا رو دارم برای شما میخونم. و سام گفته این مؤسسه نمیدونه که مردم ایران نمیتونن نظر واقعی خودشون رو آزادانه بیان کنن. این کاربر نوشته با برنامه هسته‌ای که ایران داره انجام میده کاملا مخالفه، ولی اگر باهاش تماس بگیرم میگه کاملا موافقم. و فرید هم گفته آری به انرژی هسته‌ای صلح آمیز و نوشته این حقیه که هر کسی بتونه از علم روز بهره مند بشه و به دلیلی که به هر حال منابع انرژی هر کشوری مثل نفت و غیره به روز هستش و تمام میشه، هر کشوری باید به آینده خودش بیاندیشه و راه‌های مختلفی رو برای تامین برق و غیره انجام بده. و کاربر دیگه هم با نام کاربری نواده کوروش برای ما نوشته ممکن است مؤسسه با تجربیات و اعتبار خودش مورد اعتماد باشه، ولی با در نظر گرفتن شرایط امنیتی داخل ایران نمیتوان به این نتیجه استناد کرد، چون که به محض اطلاع شنونده صدا که از خارج کشور باشه خط قرمزهای نظام پیش میاد و جواب سوال منفی میشه. و اما در مورد موضوع فردا استعفای پاپ، من فکر کنم زودتر نتیجه رو اعلام کردم. استعفای پاپ هستش که ما در موردش بیشتر صحبت می‌کنیم، اما هنوز ادامه برنامه رو داریم. در مورد موضوع فردا هم باز آخر برنامه با شما صحبت می‌کنم. نگار مرسی رویا. در مورد آزادانه بیان کردن نظرها که خیلی هم امروز راجع به این نظر سنجی گفتن، فقط ما اینو اعلام کنیم که همونطور که رویا گفت نه نظر ماست، نه نظر صدای آمریکاست، نه نظر به هر حال سازمانیه که این برنامه ازش پخش میشه، ولی ما دوست داریم که کاربرامون با نظر موافق یا مخالف در هر جهتی بیان و آزادانه نظرشون رو تو برنامه ما بگن. بهزاد از کرج همراه ماست. بهزاد سلام به شما. اگه خلاصه بگی شاید به بهدادم وقت برسه که پشت خطه. بهزاد الو سلام. بهزاد من دارم صدای خودم رو میشنوم، فکر کنم که تلویزیون تو مکم کنی پس بریم سراغ. ممنونم. سلام عرض کردم، خسته نباشی. ممنون. من از برنامه خودتون تشکر میکنم. مرسی. و از اینکه این برنامه رو گذاشتی نظر سنجی کنیم از همه تون متشکر ممنونم. حالا نظرتون رو سریع بگیم بهزاد وقتمون کم. ببینید خانم، نظر من اینه که هر کشوری باید، یعنی حق اینو داره که انرژی هسته‌ای در کشورش داشته باشه، و چه نظامی و چه به اصطلاح کاربردهای دیگه‌ای که میتونه از این داشته باشه. آیا کشورهایی که این به اصطلاح انرژی هسته‌ای که موارد نظامی رو دارن، این آقایون صلاحیت اینو دارن که این به اصطلاح ابزار نظامی رو توی کشورشون نگه دارن؟ اگر اونا دارن ما هم داریم، اگر ما نداریم و اینا این آقایون هم ندارن. ما 22 بهمن به مردم دنیا ثابت کردیم که آقا ما با رهبریم. اگر رهبر ما میگوید که انرژی هسته‌ای ما صلح آمیزه، ما هم میگیم صلح آمیزه و ایمان داریم به این که صلح آمیزه. و اگر رهبر ما باید بگه بسا شما آمیزه. البته الان صحبت از حتی برای مصرف نظامی کردی، ولی شما داری میگی برای مصرف صلح آمیز یعنی غیر نظامی موافقه. ببینید عرض میکنم که خدمتون، من عرض کردم که یعنی ما اینقدر اعتقاد داریم به دولت مردمون. بله. که میگن این به اصطلاح جنبه نظامی نداره و ما مطمئن هستیم که جنبه نظامی نداره و تمام کشورها هم که بیان تماشا بکنن، بازرسی بیان نگاه بکنن، متوجه میشن ما جنبه نظامی نداریم و نخواهیم داشت. ما دنبال منابع دیگه از انرژی هسته‌ای هستیم و کشورهای دیگه ممنون بساد. دنبال بسلا از بین بردن به اون کسایی که انرژی هسته‌ای ما رو خواستم به آخر جملتون برسیم. ممنون بهزاد از کرج. وقتمون داره تموم میشه. به بهداد و احمد وقت نرسید، من ازتون عذرخواهی میکنم. و اما ابی برامون نوشته این نوع آمارگیری هیچ نوع ضمانت عملی نداره. این کاربر نوشته اگر رو در رو با این امنیت کامل مخاطب
نظرسنجی انجام شد 950 نفر گزینه خیر رو انتخاب میکردن و لیلا گفته باید سوالات دقیق تری از اون 63% میشد. اونها اصلا نمیدونن که انرژی هسته‌ای چی هست و به چه دردی میخوره. اونقدر رسانه ها از انرژی هسته‌ای تبلیغات بیجا کردن که همه بدون هیچ فکری فکر میکنن انرژی هسته‌ای حق مسلمشونه. و اما موضوع فردا در مورد استعفای پاپ، این اولین باری هستش که یک رهبر دینی داره استعفا میده، مخصوصا رهبر پاپ که بعد از 6 قرن برای اولین بار استعفا داده. ما فردا نظر شما در مورد استعفای پاپ میدونیم. ممنون رویا که موضوع فردا دوباره فردا ساعت 10 تا 11 شب به وقت تهران منتظرتون هستیم روی خط. همینجا دوباره عذرخواهی میکنم از احمد از تهران و بهداد که از طریق اسکایپ روی خط همراه ما بودین، وقت نشد نظرتون رو بپرسیم. بهزاد هم که صحبتش رو قطع کردم چون وقت کوتاه بود. شبتون بخیر.